به نام خدا، عرض ادب دارم خدمت تک تک عزیزان. موضوع برنامه تحولات پیچیده قفقاز با بازی آمریکایی هست. میخوایم بررسی کنیم آنچه که در رابطه با قفقاز داره روی میده و بسیار خطرناکه. در تحلیل قبلیم اشاره کرده بودم به نظم جدید قفقاز سه به علاوه سه، اما در تک تک این تحلیل اشاره کردم فعلا سه به علاوه سه در قفقاز. ما همچنان میتونیم یک بازی پیچیده رو داشته باشیم. فراموش نکنید عمق استراتژی که اسرائیلی ها برای مقابله با ایران آذربایجانه. اونها گرفتار شدن، درگیر شدن. یه چیزی که برام عجیبه کامنت هایی هست که گاهن میاد، مثلا من در تو با صحبت های سردار قانی صحبت کردم، اشاره کردم که محور مقاومت صفر و صدی کرد بازی خواهد کرد، دوستان کامنت میدن که مردم فلسطین غزه کشته شدن، غزه از دست رفت، چرا بزرگ نمایی میکنید، ادعا میکنید. من نمیدونم عزیزان، مگه جنگ شوخیه؟ یک بازی تاکتیکی فرسایشی و در واقع تحت فشار قرار دادن حریف، همزمان نقاط قوتش که میشه جمهوری آذربایجان هست رو مهار کردن، بهش ضربه زدن، سردرگمش کردن، این از سیاست های کلان دورش کردن و مدل نگاهمون رو تغییر بدیم. این یه موضوع. قبل از اینکه وارد تحلیل بسیار مهم بشم یک توضیح دیگه هم بدم. یک برنامه من رفتم راجع به اینکه با این لیبرال ها چه باید کرد، دیدم عزیزان برای من کامنت نوشتن، یه نقدی داشتن از اینکه آقای ندیمی شما خیلی تند شدید و قبلا جبهه گیری نداشتید، الان جبهه گیری میکنید به نفع جریان. طبیعیه، خیلی امر طبیعیه. ببینید، ما در وضعیت تنش جهانی هستیم، وضعیت پیشا جنگ جهانی، یک وضعیت واقعی با امکان شروع یک جنگ بزرگ. این رو همه با هم توافق نظر داریم، دنیا ممکنه وارد جنگ بشه، این دیگه امری حتما قابل اتکا هست. تو شرایط جنگی شما تصور کنید سرباز وطن رو، سرباز وطن از فرماندهش دستوری میگیره پیشروی کن، عقب نشینی کن. سرباز وطن پیشروی میکنه یا عقب نشینی میکنه؟ در فضای جنگی سرباز وطن نمیگه چرا پیشروی کنم، من نظرم مخالف پیشروی نمی کنم. سرباز وطن فرمان فرمانده رو گوش میده و برای وطن تصمیم فرمانده رو در لحظه اجرا میکنه. ما الان تو شرایط جنگی هستیم و باید بپذیریم توی شرایط جنگی باید چند صدایی رو کاهش بدیم، باید مثل یک سرباز برای وطن هممون رفتار کنیم، چه در رسانه، چه در فضای عمومی، چه در فضای اجتماعی، چه در فضای فرهنگی، چه در میدان رزم، چه در میدان اقتصاد. ما باید مثل یک سرباز باشیم برای وطن. الان که زمان این نوع بازی ها نیست که لیبرال ها را انداختن، اون آسیب زننده است، بیچاره کننده است. شما تصور کن فرمانده ای در میدان جنگ تصمیمی بگیره و سربازان بخشیشون این تصمیم رو اشتباه بدونن و حاضر به انجام این تصمیم نباشن، چه اتفاقی میفته؟ شکست حتمی برای اون نیروها رقم میخوره. ما الان توی وضعیت امنیتی نظامی گسترده در سطح جهانی هستیم. تو چنین ساختاری فرمانده کل یعنی حاکمیت ما بر اساس تمام ابزارهایی که داره تصمیمی میگیره و سربازان یعنی مسئولین بخش اقتصاد، مسئولین بخش آموزش پرورش، مسئولین بخش بهداشت، همه جامعه ایران باید مثل یک سرباز تو چنین شرایطی به سمت اون سیاست و رسیدن به اهداف اون سیاست حرکت کنه. الان این مقطع زمانی با دو سال پیش فرق داره، پس باید تک صدایی تر نگاه کنیم، باید دیدگاه هامون رو در رابطه با نوع حکومتداری، مسائل پیرامونی، نوع سیاست خارجه، همه اینا رو باید ببندیم امروز، بذاریم کنار، نه اینکه ذهنمون رو تغییر بدیم یا دیدگاهمون رو.
انسان ها به خصوص در ایران متکثرن، هر کس دیدگاه خودش رو داره، اون با احترام به جای خود، ولی اخلال در تصمیم گیری در بالاترین سطوح امنیتی نظامی و مملکت داری، این اسمش شکسته و من در مقابل این نیستم. و اون تیتری که منظرم با لیبرال ها چیکار کنیم در تو با این موضوع بود. اما بریم سراغ تحلیلمون. من یه مقدمه کوچیکی بگم. تو قفقاز چی داشت رقم میخورد؟ برنامه این بود جمهوری آذربایجان و ترکیه بتونن سیونیک رو جدا کنن، کوریدور زنگزور رو ایجاد کنن، مرز ایران رو قطع کنن و شاخه کوریدوری یک کمن یک راه ما قطع بشه. در امتداد این ماجرا بحث جنوب روسیه و شمال ایران ناتو ایزه بشه، دور تا دور روسیه محاصره بشه و در ادامه ماجرا تسلط ناتو بر دریای کاسپین قطعی بشه و در گذر زمان فروپاشی ایران رقم بخوره. همینطور روسیه. ایران چکار کرد؟ ایران با توجه به وضعیت که روسیه داشت یک خط قرمز تعریف کرد که آقا من امکان عبور کوریدور رو نمیدم. در ادامه بازی روس‌ها رو مجاب کرد به پیوندن به طرح 3+3 که خب با امضای توافقات کوریدورها از سوی چین و روسیه به همراه ایران و دیگر کشورها، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، این کشورها، خب ما به زودی کوریدور تاجیکستان، افغانستان، ایران رو هم خواهیم داشت و ایران، افغانستان، ازبکستان، با پیوستن این کشورها کوریدورهای ما تکمیل بشه و همه به هم متصل باشن. تو این فضا تحولاتی هم رقم خورد. جمهوری آذربایجان رفت سراغ قره‌باغ و ایران حمایت کرد از اون چیزی که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و قره‌باغ رو برای جمهوری آذربایجان میدونست. تا اینجا همه چی حله. یه نشستم توی ایران برگزار شد و جمهوری آذربایجان و ترکیه و اینا هم شرکت کردن، 3+3 رو پذیرفتن. یعنی جمهوری آذربایجان از ایران به ترکیه متصل شد، یعنی نخجوان ترکیه. اما من تو تحلیل گفتم فعلا 3+3 در واقع ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی روس ها ما رو پذیرفتن، نقش ما رو در قفقاز، اما در تو آذربایجان ترکیه باید منتظر باشیم آیا میرن به سمت بازی دیگری یا نه. تحولات فلسطین آغاز شد. توی آغاز تحولات فلسطین مهمترین مسئله این بود که اگر آمریکا و اسرائیل بخوان به ایران پاسخ بدن، اون پاسخ رو باید در قفقاز جستجو کنیم. خب ایران خط قرمزش رو مشخص کرد و آقا اگر جمهوری آذربایجان بیاد سراغ ارمنستان ما خواهیم زد، بیاد توی خاک ارمنستان سیونیک رو جدا کنه. این کلیت ماجرا. حالا ببینیم برنامه چطور شده. برنامه که آمریکایی چیدن ماجراش چیه؟ ما الان با یک تغییر نقش بازی روبرو هستیم. نقشی رو که جمهوری آذربایجان ایفا میکرد، این بار ارمنستان باید ایفا کنه. سیاست جدید آمریکایی ها بازی ارمنستان به جای آذربایجان. جمهوری آذربایجان به میزانی از تنش با ایران رسیده بود که هر قدم رو به جلوتری باعث درگیری نظامی بین ایران و جمهوری آذربایجان میشد. این تغییر بازی کار رو برای ایران پیچیده تر خواهد کرد. به چه شکل؟ ابتدا بیاید رفتار آقای پاشینیان رو نگاه کنیم. در بحث از دست رفتن قره‌باغ برای جمهوری برای ارمنستان و رسیدن به جمهوری آذربایجان، آقای پاشینیان ابتدا پیکان حملاتش رو به سمت روس‌ها گرفت. اشاره اولش این بود که روس ها به ما کمک نکردن، پیمان امنیت جنگ به درد ما نمیخوره، روسیه امروز ضعیف شده و ما باید با غرب کار کنیم. خب دو کشور حضور داشتن، فرانسه و آمریکا، در بحث ارمنستان. همزمان یک سری اتفاقات عجیب و غریب هم داره اونجا رخ میده. چه اتفاق عجیب و غریبی؟ به طور مثال آقای پاشینیان تو اون نشستی که در ارمنستان بود از واژه خلیج استفاده کرد، نه خلیج فارس. عجیب بود، ارمنستان با کشور عربی کار نمیکنه. یعنی ما مثل
نشست کشورهای عربی مثلا با حضور رئیس جمهور چین روبرو نیستیم که یک بیانیه رو بنویسن، یکی سه تا جزیره رو توش بزنه، یکی خلیج فارس رو توش تغییر بده، یکی هر کی هر چی میخواد اون تو در واقع قرار بده و تو اون بیانیه بیاره که الزام آور نیست. این بار ما با آقای پاشینیانی روبرو بودیم که نخست وزیر ارمنستانه و این نخست وزیر ارمنستان اصلا با عرب کاری نداره ولی از واژه خلیج استفاده میکنه. استفاده از واژه خلیج هدف قرار دادن ایرانه. یعنی این بار ما با ارمنستانی روبرو هستیم که به صورت نرم داره مواضع ضد ایرانی نشون میده. یکی از نمایندگان مجلس در ارمنستان وقتی اعتراض میکنه که آقا ما باید به ایران نزدیک باشیم، ایران کمک میکنه به ما، ما قرار ارتباط کریدوری داشته باشیم، به کریدور جنوب به شمال بپیوندیم، رئیس پارلمان میکروفونش رو قطع میکنه، پالسایی از اونجا میاد. این نکته اول. پس اولین مسئله، ما با ارمنستان رو برسیم که حالا که مواضع ضد روسی داره، مواضع نرم ضد ایرانی رو هم داره بروز میده. مسئله دوم، قشنگ یادم سال 1399 بود، هنوز دوره آقای روحانی بود، تو اون جنگ 2020 که اتفاق افتاده بود، تو همون مقاطع بود، گرجستان اومد یک مسئله رو مطرح کرد. خب میدونید دیگه ارمنستان چند تا مرز داره، یه مرزش با ترکیه است که مرز ترکیه و ارمنستان از روزی که ارمنستان شکل گرفته بسته است، خصومتش رو همه میدونید بین هم دیگه. یه مرزش با ایران هست، یه مرزش با جمهوری آذربایجان، یه مرزش با گرجستان. تو تحولات 2020 گرجستانی که مرز با آذربایجان، ارمنستان و ترکیه داره، اومد اشاره کرد که ورود تسلیحات به آذربایجان یا ارمنستان از خاک گرجستان ممنوعه. من ورود در واقع به عنوان کشور همسایه این دو کشور که با هم درگیرن هیچ گونه ایفای نقشی نمی کنم، امکان عبور تسلیحات رو نمیدم. اتفاقی که افتاد اخیراً، میزانی از تسلیحات فرانسوی از طریق خاک گرجستان وارد ارمنستان شد. این عجیب بود که میشه به نفربر زرهی باستیون فرانسوی ها اشاره کرد. خب یک نفربر تهاجمی هست و جمهوری آذربایجان اعتراض کرد به اینکه ارمنستان داره تسلیح میشه. اما نکتهش اینجا بود که این تسلیح در طریق گرجستان وارد ارمنستان شد و گرجستان اجازه داد. ما با یک موضوع فرایندی رو برستیم. بذارید من همه این پالسال بدم بعد بریم سراغ تحلیلش. اتفاق سومی که افتاد، پس اتفاق اول چی بود؟ اتفاق اول این بود ارمنستان مواضع ضد روسی داشت، حالا به صورت نرم مواضع ضد ایرانی داره نشون میده. اتفاق دوم چی بود؟ ورود تسلیحات به خاک ارمنستان از طریق گرجستان. خب گرجستان نزدیک به ترکیه بازی میکنه و نزدیک به غرب، ورود این تسلیحات به ارمنستان قابل قبول نبود، ولی این اتفاق افتاد. مورد سومی که رقم خورد و خیلی جالب بود، این اتفاق رو دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا اوراسیا انجام داد. ایشون اومد یه سری صحبت ها کرد از زبان آمریکایی. خب ایشون یک منصبی داره توی وزارت خارجه، میز منطقه ما دست این آدمه. میگه که کریدور حمل و نقلی که به هر طریق دیگری با توسل به زور یا با مشارکت ایران ایجاد شود با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. یعنی هر کریدوری که ایران از قفقاز بهش وصل بشه، چه با زور چه با مذاکره، ما پاسخ قاطع میدیم، اجازه نمیدیم. آقای اوبراین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا است. تو ادامه میگه هر کریدوری باید، این نکته رو قشنگ دقت کنید دوستان، قشنگ دقت کنید. اول اشاره میکنه به ایران که با مشارکت یا با زور
کریدوری به ایران وصل بشه ما پاسخ قاطع میدیم. یعنی اول میاد چیکار میکنه؟ به این کشورهای آذربایجان ارمنستان تفهیم میکنه که آقا ایران نباید به جایی وصل باشه، چه به زور چه با مشارکت. نکته دوم، نکته کلیدی اینجاست، میگه هر کریدوری باید تنها با رضایت ارمنستان ایجاد شود که منجر به رونق ترانزیتی برای کشورهای منطقه و بازارهای جهانی خواهد شد. موضوعش جالب شد، میدونید داره به چی اشاره میکنه؟ اول میگه هر توافقی چه با زور چه با صلح که کریدوری رو به ایران بده آمریکا برخورد قاطع میکنه، بعد میاد توپ و میندازه تو زمین ارمنستان، هر کریدوری باید با تصمیم ارمنستان انتخاب بشه. خب این اتفاق بعدی بود، اتفاق اول ارمنی ها نسبت به روسا مواضع سنگین گرفتن، بعد مواضع ضد ایرانی نرم، اتفاق دوم تسلیحاتی که از گرجستان وارد ارمنستان شد، اتفاق سوم صحبت معاون وزیر خارجه آمریکا بود. اتفاق بعدی چیه؟ این دیگه خیلی جالبتر هم میشه، همه اینا تو یک طرز اتفاق افتاده، این هم خیلی جالبتر میشه. اتفاق بعدی دو تا مصوبه ای که آمریکایی ها همزمان انجام میدن. اولی هر گونه همکاری فروش تسلیحاتی به جمهوری آذربایجان از سوی آمریکا میبنده، یعنی آمریکا قانون منع کمک نظامی به آذربایجان رو تصویب میکنه، میگه که آقا ما به آذربایجان هیچ گونه کمک نظامی نمیکنیم. همزمان سنای آمریکا یک پروژه مربوط به ارمنستان به نام قانون حفاظت از ارامنه تصویب میکنه و حمایت نظامی از ارمنستان رو از آذربایجان رو قطع میکنه، یعنی آذربایجان از لحاظ حمایت نظامی محرومه، ارمنستان زیر چتر حفاظت از ارامنه قرار میگیره. این اتفاق چهارم بود. خب میدونید دیگه موضوع خیلی داره شیرین و قشنگ پیش میره. بذار من بهتون بگم آمریکا برنامه‌اش چیه. ما حامی ارمنستانیم، ما به ارمنستان کمک میکنیم، تسلیحات هم میدیم و ارمنستان هست که تصمیم میگیره این کریدور از کجا بره. همزمانی که ارمنستان باید تصمیم بگیره کریدور از کجا میره، حق هم نداره با ایران کار کنه، همزمان هم جمهوری آذربایجان میاد تو با توافق 3+3 رو امضا میکنه، اما فشار آمریکا احتمالاً این مسیر رو میبنده چون آمریکا این کریدور رو میخواد تحریم کنه از مسیر ایران. پس جمهوری آذربایجان به عنوان کشور همسایه و دوست ایران مجبور هست که بره با آقای پاشینیان صحبت کنه، تا آقای پاشینیان که به گفته معاون وزیر خارجه آمریکا فقط ارمنستان هست که باید تصمیم بگیره با کدوم طرف کار کنه به جز ایران، این کریدور رو به آذربایجان و نخجوان وصل کنه. یعنی جمهوری آذربایجان میگه من میخوام با ایران کار کنم، اصلا نمیخوام خاک سیونیک رو بگیرم، من میخوام با ایران کار کنم، منتها دیگه آمریکا نمیذاره، تحریم کرده. آقای پاشینیان هم با حالا صحبتهایی که آمریکایی داشتن قبول کرده که از طریق ما متصل باشه. بازی اینه، تمام بازیشون اینه. حالا اگه کمی هم مواضع ضد ایرانی از ارمنی ها گرفته بشه و کمی هم در داخل ایران چند نفری اعتراض کنن و اونها به اعتراض چند نفری داخل ایران اعتراضات بزرگتری بکنن، هم که چه بهتر دیگه، روشون هم واقعا میشه خیلی راحت تر این کارو میکنن. پلن آمریکا این هست که با حمایت خیلی جزئی یک پالیسی در داخل ارمنستان بده که الان فرانسه داره به ما تسلیحات میده، آمریکا پشت ماه، آذربایجان رو تحریم کرده، تهدید کرده، ببینید ما با غرب بستیم، از روسیه و ایران فاصله گرفتیم، همه چی درست شد، حالا یه ترقی همون وسط در بشه، بعد اینا بیان بشینن با هم از طریق آمریکا آشتی کنن، این راه باز بشه، ایران هم مسیرش
قطع بشه، یعنی مسیر ایران باید قطع بشه. برای اینکه مسیر ایران هم قطع بشه یه اتفاق دیگه هم افتاد. اون اتفاق پنجم چیه؟ توی مسائلی که لحاظ درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود، جمهوری آذربایجان مناطق قره‌باغ که شروع امنیت هم به رسمیت شناخته بود رو پس گرفت، اما یکی دو تا نقطه دیگر رو هم گرفته. یکی از اون نقاط کجاست؟ روستای تیگراناشن. روستای تیگراناشن تنها جاده ترانزیتی ایران به ارمنستان، از اونجا میگذره میره به گرجستان. آذربایجان اونجا رو هم گرفته و در واقع با اشغال اونجا مسیر ایران به ارمنستان و گرجستان رو بسته، نقطه اتصالی ارمنستان به گرجستان. حالا این نکته پنجمیه چی بود؟ تو بررسیه که ما داشتیم، سفیر ارمنستان جدیدن رفته، سفیر فرانسه تو ارمنستان پا شده رفته دقیقا تو همون رشته کوههای تشکار تو مرز باکو ارمنستان، مشرف گرجستان اونجا بازدیدی کرده. برنامه آمریکایی‌ها این هستش که از طریق ارمنستان بیان بگن که آقا ما جمهوری آذربایجان انتخاب کردیم، ما رسمیت دادیم، حمایت آمریکا هم پشت سرش هست، جاده و کریدوری هم به ایران نمیدیم. حالا جمهوری آذربایجان این وسط میتونست با در واقع یک فضای درگیری نظامی بره اینو به دست بیاره، ایران مسیر رو بسته بود دیگه، این فضا هم درگیری نظامی نیست دیگه. ما برای آقای پاشینیان هم یک بحث خیلی حمایتی ایجاد کردیم که از لحاظ داخلی هم بتونه شرایطش رو بهبود ببخشه. کل بازی قفقاز اینه. حالا بریم تو بحث تحلیل خودمون. نکته اول، توافق 3+3 که در ایران اتفاق افتاد و نظم قفقاز رو ایجاد کرد، مهمترین بخشش این نبود که ترکیه و ارمنستان و ترکیه اومدن اونجا، اصلا مهمترین بخشش این بود که ایران و روسیه بر سر قفقاز به توافق رسیدن. آمریکا ابزارش تو قفقاز برای بازیگری در مقابل ایران و روسیه چیه؟ بازی ارمنستان و آذربایجان. به نظرتون اون توانایی و پتانسیل در این دو کشور کوچک برای بازی در همسایگی دو هژمون منطقه‌ای، یعنی روس‌ها هژمون منطقه‌ای قفقاز و ایران هژمون منطقه‌ای قفقاز رو دارند؟ آیا کریدورهایی که اساساً داره ایجاد میشه برای نظم جدید امکان تحریم داره از سوی آمریکا که معاون وزیر خارجه آمریکا میاد برنامه میچینه میگه من اونجا رو اجازهشون نمیدم؟ ارمنستان اختصاصش به کجا وسته که تو بخوای تحریم کنی؟ یا جمهوری آذربایجان چطور میخوای تحریم کنی؟ مثلا منابع نفتی گازیش نمیخواد بیاد؟ اون چیزی که داره رقم میخوره این هستش که همچنان و همچنان ایران و روسیه بر نظم قفقاز مسلطن، اما فشار روی اسرائیل به قدری بالا و وحشتناک است و میتونه به شکلی اعجاب انگیز همه چیز رو برگردونه، تاریخ رو به قبل از پیدایش این جغرافیا با نام اسرائیل، اون وضعیتی که انگلیسی ها رو انداختن، وضعیت به قدری سخت است که اینا مجبور هم بیان تو قفقاز. فقط بعد اونجا ما رو تحت فشار قرار بدن، تنها نقطه که میتونه ایران تحت فشار قرار بدن اونجاست. دارن بازی اونجا شروع میکنن، بازی اونجا شروع خواهد شد. بازی ما چیه؟ همچنان مشت آهنین، همچنان اراده محکم و سنگین، همزمان با هماهنگی با روس‌ها و تحت فشار قرار دادن ترکیه که اگر بخواد بازیگری کنه این بازیگری منجر به روبر نظامی خواهد شد، چون شرطشو ندارن و باید پالسا فرستاده بشه. این وضعیت قفقاز هست
و معتقدم ما سیب علاوه‌سر رو اونجا ایجاد کردیم، نظمش رو گرفتیم. مهم ایران و روسیه هستن که اونجا توافق کردن. و اگر بازیگران اونجا بازی دیگری رو آغاز کنن و بخوان به صورت کامل به عنوان ابزار در مقابل آمریکا برای آمریکا بازیگری کنن، ممکنه در آینده قفقاز شکل دیگری پیدا کنه. اگر فضای دنیا مدیریت تنش در تنشش رقم نخوره، اگر فضای دنیا به سمت جنگ بزرگ حرکت کنه در ماه‌های یا سال‌های پیش رو، این رو من نمیگم، رهبر کره شمالی میگه، تا آخر امسال از نظر اون جنگ جهانی شروع میشه. من که معتقدم شروع شده. آقای بایدن میگه 2 سال، وزیر دفاع آلمان میگه آماده باشید. اما من یه نکته بگم، این دنیا دنیایی نیستش که با هژمون آمریکا که فقط 14-15 سال در تاریخ پیدایشش نجنگیده بدون جنگ تغییر کنه. این آمریکای بدون جنگ تغییرش نمیده، امکان نمیذاره نظام تحریک قطبی تموم شه بدون جنگ. اگه جنگی قرار باشه اتفاق بیفته، ایران و روسیه قیچی میکنن قفقاز رو، اصلا مثل دو لبه برنده. آذربایجان و ارمنستان که هیچ، ترکیهش هم نمیتونه اونجا نفس بکشه. بحث بر سر تحت فشار قرار دادن ایرانه. دارن نوعی از تحولات رو میچینن که ایران تحت فشار قرار بدن و پوهن به پوهنش کنن ایران کمی گوش اسرائیل رو رها کنه. بعد طرف میاد میگه آقای ندیمی ما که ارزه نداریم واسه چی آرتپورت میکنیم. این دقیقا همین لحنیه که از همون گفتمان لیبرالی میاد بیرون. اصلا طرف متوجه نیست نشسته توی ایران در امنیت کامل و اسرائیل داره خونه به خونه تو شهرها و جغرافی خودش می جنگه. اصلا متوجه برنده و بازنده نیست، هنوز نمیتونه ببینه بابا برنده کیه بازنده کیه. شما اگر نگاهتون فلسطین اسرائیل، یه تحلیل بریم، اگر از دیدگاه ایران تحلیل میکنید رو اسرائیل که اسرائیل زد غزه رو ترکوند ایران هیچ کاری نکرد، اشتباه میبینی برادر. ایران اصلا نباید کاری میکرد. اسرائیلی که داره تو کوچه پس کوچه ها میجنگه. اونا تحت فشار میخوان بذارن ما رو، فقط توی قفقاز میتونن این کارو کنن. و مهمترین مسئله اینه که ایران روسیه رو به شکل ژئوپلیتیکی که مطلوب ما هست متقاعد کرد. منتظر تحولات قفقاز باشید. من بازی رو براتون باز کردم. هنوز دست بالاییم، چه در بحث شامات، در مسائل اسرائیل و فلسطین، چه در بحث قفقاز. کاملا کنترل دست ما، کنترل میدان، نوع بازی، سبک بازی. از روز اولم گفتم بازی رو کسی که شروع کرده میدونه چگونه بعد ادامه بده. یعنی نوع بازی رو ایران تعیین خواهد کرد و محور مقاومت گسترش پیدا کنه پیدا نکنه، در چه سطحی باشه، این فرسایشی باشه، کوتاه باشه، به چه سمتی بره، تمام اینها رو ما تعیین خواهیم کرد. مؤلف های هست که در ابزار دست ما هست. در قفقاز هم همینه، غرب بازیگری میکنه اما اون میز غرب یک طرف دیگه هم داره. این طرف بحث قفقاز ایران روسیه هستن و شما راجع به ایرانی دارید صحبت میکنی که تخصصش بازی ژئوپلیتیکی شده. بذارید بریم سراغ پرسش و پاسخ و شنیدن صحبت های دوستان، چون فکر میکنم یکم طولانی شد. بعد این بحث رو کامل توضیح میدادم، خیلی وقت بود بحث قفقاز رو باز نکرده بودیم، کامل رفتم روش کار کردم، برنامه آمریکایی‌ها رو براتون کامل باز کردم. حالا بریم بخش شنیدن صدای عزیزان. آقا سعید عزیز میکروفونتون بازه. دوستان دست بلند کنید، من نمیبینم، این سفر رو به ما نمیده. ادمین عزیزمون هم هستش، اگر میبینه اون هم میکروفون دوستان رو هر تعدادی که میتونه باز کنه. آقا سعید سلام، شبتون بخیر، بشنویم شما رو. صدای من رو دارید آقا سعید؟ دوستانی که بالا میان باید حتما فیلتر شکن داشته باشن، معمولا با پروکسی صدا رو میشنوید اما امکان صحبت ندارید. و من چون فقط 10 نفر بالای لیست رو میبینم، هنوز کسانی که دست بلند کردن رو نمیتونم ببینم. هر کاری کردیم ما این مشکل تلگرام نتونستیم برطرف کنیم، نکته اول. نکته دوم، چون هنوز نتونستم این موضوع رو حل کنم،
هر زمانی که بتونم ببینم کسی دست بلند کرده میکروفونش رو باز میکنم. تا اون لحظه میتونید تو بخش پیوی من سوالاتتون رو بپرسید که من میتونم اینجا بخونم و پاسخ بدم. انشاءالله که بتونیم شرایط رو ایجاد کنیم که صدای عزیزان رو بشنویم. من نمیدونم چرا تلگرام الان 2 ماه ما این مشکل رو داریم و فقط 10 نفر اول لیست خودمون رو میبینیم، نمیتونیم میکروفون رو باز کنیم. خب سوالات دوستان برای ما بفرستن، من این سوالات رو ببینم و راجبش صحبت کنم. خب دوستی نوشته آقای ندیمی چطور میفرمایید که اسرائیل وارد غزه نشده؟ من کی گفتم وارد غزه نشده؟ نه ببینید، اسرائیل برای ورود به غزه یک سری اهداف تعیین کرده. هدف اول از بین بردن حماس، هدف دوم از بین بردن تونل های حماس، هدف سوم اینا خرد میشه دیگه. ورود به غزه باعث میشه که حملات راکتی موشکی به اسرائیل قطع بشه. هدف بعدی برگردوندن شهرک نشین ها به شهرک های اشغالی مثل اسقلان، صدیرود و کوچ دادن فلسطینی ها از شمال غزه شمالی به غزه جنوبی و از اونجا هم احتمالا نیمی از نار اخراج کردن. حالا تو این فضا شما بفرمایید کدومش رو تونسته انجام بده تا الان؟ دقیقا کدوم یکی رو تا الان انجام داده؟ حملات موشکی غزه، حماس قطع شده، تونلای حماس از بین رفته، فرماندهان و نیروهای حماس که بیش از 35-40 هزار نیرو داره اونها به شهادت رسیدن، شرک نشینا رو تونسته برگردونه. خب جنگ اهدافی داره دیگه، اینطوری نیستش که کسی رفت داخل برنده شده. خب به آمریکا هم توی ویتنام میچرخید، چی شد؟ اینا مسائلی هستش که باید صبور باشیم، به این سادگی ها نخواهد بود. آقا سورنا عزیز رو من خوشبختانه دیدم دست بلند کردن و من میکروفونشون رو آزاد میکنم، الان میتونن صحبت کنن. اگر صدای من رو دارید بفرمایید که صداتون رو بشنویم، من دوستان دیگری هم که سوال فرستادن رو مطالعه کنم و پاسخ بدم. صدای من رو دارید دوستان؟ آقا سعید، دوست دیگری که میکروفون رو براشون سلام آزاد کرده. آقا سلام، آقا سعید سلام. آقا سورنا صدای شما رو هم داریم، اگر اجازه بدید صحبت آقا سعید رو بشنویم و بعد خدمت شما برسیم. آقا سعید بفرمایید. سلام، شب شما بخیر استاد، ممنونم. استاد یه سوال، اول اینکه چرا این مدت خبری از آیت‌الله سیستانی نیست؟ دو اینکه آقای ظریف که این روزا فعال شده، مثل تقریبا قبل از این مهسا امینی که احمدی‌نژاد خیلی فعال بود، من احساس کنم آقای ظریف یه پالس داره میده که اگر حالا جنگ گسترش پیدا بکنه، حالا به هر دلیلی، یا ایران جایی به طور مستقیم وارد جنگ بشه، من به عنوان ظریف و یه سری طرفدار که دارم آماده هستم که این مهسا امینی دیگه تو ایران را بندازم و از داخل ضربه بزنم به شما. بنظرم من آقای ظریف این پالس داره الان میده که اگر یک کم بیشتر ایران مقاومت کنه یا پیروزی بیشتری توی محور مقاومت اتفاق بیفته، ما داخل می‌ریزیم به هم. حالا می‌خواستم ببینم نظر شما یکی در مورد آیت‌الله سیستانی و این آقای ظریف زیبا جدیدن چیه. ممنونم، متشکرم. سلامت باشید آقا سعید. من یه برادرانه مشورت به شما بدم، کلمات بار حقوقی دارن، از استفاده وقتی که میخواید راجع به مسائلی صحبت کنید خیلی هوشمندانه کلمات استفاده کنید. بذار از آخری بریم. آقای دکتر ظریف وزیر خارجه سابق ما هستن، من این مدلی انقدر تند نگاه نمی کنم، اما مسئله من این هستش که در وضعیت کنونی در شرایطی قرار داریم که حاکمان دنیا، حاکمان کشورها در جهان تصمیماتی رو میگیرن که قبلا نیاز نبوده بگیرن و این تصمیمات خیلی تصمیمات
ریسکی تری هست، این تصمیمات تصمیمات بزرگتری هست، تصمیماتی با تبعات بیشتر و بازی بزرگتر هست. توی این بازی شما نیاز به همراهی جامعه دارید. جامعه اگر همراه نباشه، حداقل بخشی از اون جامعه باید سکوت کنه و بخشی از جامعه بازیگری کنه. یه مثال بزنم، روسیه به اوکراین حمله کرد، هم در روسیه هم در اوکراین بعضی از صداها مخالف جنگ بود. سکوت مهری بود که بخش بزرگتر جامعه بر لبان اون بخش کوچکتر تحمیل کرد. آقا ببند صدا رو فعلا، وضعیت جنگیه، الان بعد فضای جامعه فضای تهاجمی باشه، ایدئولوژی افزایش پیدا میکنه، اون بخش ایدئولوژیک اون بخش دیگر رو معمولا به سکوت وا میداره. توی زمان ایران و جنگ ایران و عراق همین موضوع بود دیگه، بعضیا تو ایران مخالفش بودن، بعضی ها موافق بودن، بعضی ها مخالف بودن، بود دیگه، به سن ما نمیخوره شنیدیم. ولی چون اکثریت جامعه موافق دفاع و مثلا ادامه جنگ بودن، اون بخش خیلی کوچکتر ساکت میشد، چون تبعات داره دیگه. تو اوکراین هم همینطوره، بعضی از صداها بود که آقا ما بریم مذاکره کنیم، یه بخشی از خاکو بدیم و مثلا جمعش کنیم، ولی غالب جامعه اوکراین موافق مقاومت و ادامه جنگ بودن. پس اون بخش کوچکتر سکوت پیشه میکنه، یا یک صدا میشن یا در واقع سرکوب میشن یا تک صدا میشن. و اگه این مدل نشه و جامعه بره به سمت دو صدایی و این دو صدایی تشدید بشه و به میدان بکشه، اون کشور باخته، اون کشور میبازه. اتفاقی آقای ظریف خواسته یا نخواسته انجام میده این هستش که این دو صدایی رو در بالاترین سطح تصمیم گیری داره ایجاد میکنه. و بذارید از خود آقای ظریف یک موضوعی که من بیش از 400-500 تا فوش خوردم از دیداری که با آقای ظریف داشتم. من نمیدونم این که یک نفر بره در جلسه ای که آقای ظریف هست بیش از 5 ساعت با ایشون صحبت کنه، نظراتشو بپرسه، وارد مباحث چالشی بشه، نکاتی رو که هیچگاه گفته نمیشه بیان نمیشه رو سوال کنه، تحولات رو از عینک‌های مختلف وارد بشه و وزیر خارجه سابق رو بیاره تو اون بحثا و نظراتشو بشنوه، این چه ربطی داره که یه نفر میاد عکس منو میگیره برنامه میکنه، دیگری فوش میده؟ و من هیچ کار راجع به اون جلسه صحبت نکردم، به جز یکی دو مورد صحبتم نخواهم کرد. ولی بذارید یک نقل قولی از آقای دکتر ظریفتون تو اون جلسه بگم. من آقای اسحاق رو هم میکروفونش رو دسترسی دادم، انشالله میرسیم خدمتشون. تو اون جلسه که ما بودیم، آقای ظریف یک جای اشاره کرد که گاهی ما مثلا رو یک موضوعی وزارت خارجه، من و تیم بچه هایی که تو وزارت خارجه بودم، یه تحلیلی داشتیم، بعد نظر مثلا حاکمیت و رهبری و بیت متفاوت بود. بعد آقای دکتر ظریف میگفتش که من به کارکنانم میگفتم مبادا ناراحت بشید، ما دو تا سه تا داده داریم، رهبری 9 تا 10 تا 12 تا 13 تا داده داره و بر اساس تمام داده ها تصمیمی رو مثلا با مشاورانش، مثلا من وزیر خارجه یک مشورت میدم، فرمانده سپاهی مشورت میده، وزیر اقتصاد یک داده میده، تمام این بخش های مختلف 10 12 13 نفر داده میدن از حوزه خودشون و رهبر باید با تمام این مسائل مثلا یک کلان تصمیمی رو لحاظ کنه. گفت من به بچه های کارشناس وزارت خارجه گفتم مبادا ناراحت شید، ما دو تا داده داریم، رهبر 12-13 تا داده داره بعد راجع به یک موضوعی مثلا تصمیم بگیره، ما هم داده رو نداریم و حتما تصمیمی که رهبری مثلا روی این موضوع میگیره ارجحتر، درستتر و جامعتر هست نسبت به من. خب آقای دکتر ظریف چی شد؟ شما تو اون جلسه میگفتید اون تصمیمه چون همه داده ها رو داره درسته. شما که وزیر خارجه بودید دو تا داده داشتید، رهبر و تیم مشاورین در شورای عالی امنیت ملی 12-13 تا داده داشتن، چرا الان اون مدلی نگاه نمی کنید؟ شما مگه داده ها رو دارید؟
که شورای عالی امنیت ملی چه تصمیم میخواد بگیره. شما که دادار ندارید چطور به با تأکید میاد اشاره میکنید که جنگ میشه مردم کشته میشن نکنید؟ این تفاوت اینجاست. راجب آیت الله سیستانی هم مرجع عالی قد من نمیدونم، من اطلاعات از این دست که ندارم. فقط یک موضوعی معمولا روال آیت الله سیستانی اینطور هستش که خیلی کم اظهار نظر میکنه روی مواردی، خیلی کم، و اونجا که نیاز باشه اظهار نظر میکنه. من اجازه میخوام صحبت عزیز دیگه رو که میکروفونشو باز کرده بودیم، هم آقا رسول هستن من میکروفونشو باز کردم، هم قبلتر آقا سورنا. آقا سورنا سلام، شبتون بخیر، اگر امکان صحبت دارید بشنویم شما رو، بعد هم بریم سراغ آقا رسول. جناب سورنا صدای منو دارید؟ سلام شب شما بخیر. سلام شب شما هم بخیر. بله من صداتون رو دارم، صدای من نمیاد. صدای شما رو الان داریم آقای نادیمی. آقا سورنا صداتون رو داریم، بفرمایید. شنوند بله بله خب خب فکر میکنم قطع شد صداشون. و ندیمی ضمن افسرام تمامی و حضار و جنابالی، من استنباطم برای آقا سورنا متاسفانه صدای شما هر دو سه ثانیه یک بار قطع میشه، باید یک بار خارج بشید، فیزشکن رو تغییر بدید، مجدد وارد بشید که امکان شنیدن صدای شما رو داشته باشیم. و خب تا اون موقع آقا رسول عزیز رو هم من دسترسی داده بودم میکروفونشون رو، نمیدونم صدای من رو دارن. آقا رسول اگر صدای من رو دارید سلام، سلام شبتون بخیر. سلام شب شما هم بخیر. من دو تا سوال داشتم، یکی این که اگر جنگ کریدورها اتفاق بیفته آمریکا مستقیم وارد جنگ با ایران میشه؟ اگر این بخواد مستقیم وارد جنگ بشه 100% باید از پایگاهاش تو کشورهای همسایه استفاده کنه. کشورهای همسایه این اجازه رو با آمریکا میدن؟ این یک. دو، اگر خدایی نکرده این جنگ اتفاق بیفته چین و ترکیه کدوم سمت بازی میکنن؟ خیلی ممنونم. سلامت باشید، خواهش میکنم. اگر منظورتون جنگ بزرگ هست، جنگی که از دایره کنترل خارج بشه، ببینید ایران و آمریکا هر دو تمایل دارن که به صورت نیابتی وارد درگیری بشن. خود ترکیه هم با ایران به صورت نیابتی درگیر میشه. من تو اون مطلبی که تو یورونیوز نوشتم، مال قبل از اتفاقات حمله حماس به اسرائیل بود، سه تا کارشناس ترک بودن، سه تا کارشناس ایرانی، بگونم مقاله هم گذاشتم تو کانال تلگرامم، که تو یورونیوز هر کدوم از کارشناسان ترک و ایرانی یک سوال مشترک رو پاسخ میدادن. سه تا سوال مطرح بود. سوالی که از من شده بود این بود که در صورت درگیری در قفقاز بین ایران و ترکیه آیا امکان جنگ هست؟ شرایط جنگ به چه شکله؟ کارشناس ترکیه خانومی بود که این سوال از من هم پرسیده بودن، از اونم پرسیده بودن، که سفیر سابق ترکیه بود. ایشون در پاسخ گفت که ایران اصلا قدرتی نیست، ایران چیزی نیست که بخواد اصلا با ما درگیر بشه، توانشو نداره، شکست میخوره. ولی من تو اون مطلب اومدم یه اشاره کردم به جنگ های پیشین ایران و عثمانی و اشاره کردم که جنگ ایران و ترکیه در قفقاز، در قفقاز نیست، در شامات هست تا مدیترانه. و اتفاقا
همیشه به صورت نیابتی بین ایران ترکیه درگیری بوده. آمریکا هم به همین شکله. یعنی ما همیشه به صورت نیابتی درگیر بودیم. آمریکا از طریق ایجاد داعش، از طریق نیروهای معارض مخالف بشار اسد، از طریق نیروهای قصد کرد، از طریق نیروهای تجزیه طلب کرد داخل اقلیم نسبت به کشورهای پیرامونشون اقدام میکنه، حمایت های تسلیحاتی میکنه و با درگیر میشه. ایران هم از طریق محور مقاومت این کار انجام میده. این منجر به روبروی نظامی بین کشورها نمیشه. اگر از این سطح خارج بشیم، من فکر میکنم فعلا کنترل و مدیریت هست. اگر از این سطح خارج بشیم، نوع درگیری به چه شکله؟ دیگه این درگیری دیگه شکل نداره، یه درگیری گسترده نظامیه که تمام کشورهای منطقه رو درگیر خودش میکنه. شکل منطقه بر اساس تنگه هرمز و باب المندب مثل که شما یک دایره رو تصور کنید که توش سه کشور هستن تو منطقه ما، همه از این دوتا باریکه بعد ورود و خروج کنن، دقیقا همشون با درگیری میشن، چون درگیری از اونجا تا اینجا هست، سطحش همین هست. چین چه خواهد کرد؟ چین بیشتر از ما با آمریکا الان دچار مشکل هست. تهدیدی که روی چین هست روی ایران نیست. چین الان رقیب اصلی آمریکا، 120 کشور شریک اول تجاری چین هست و سرعت رشدش وحشتناکه. زیرساختایی که تو چین آماده شده از راه آهن، بنادر، خطوط هوایی، ارسال، تعداد کشتی هایی که بارو هم میکنن، کارخونه ها، شهرهایی که هر کدوم یک کاربری اقتصادی معطوف به خودشون رو دارن، تکنولوژی، تمام آنچه که روی کره زمین هست در چین امکان تولیدش، انتقالش، بارگیریش و ارسالش ایجاد شده. هیچ کشوری در دنیا حتی نزدیک به زیرساختای چین هم نیست. آمریکا باید چین رو مهار کنه. چین هدف اوله. چین چه کار خواهد کرد؟ اگر ما در اون سطح گسترده درگیر شده باشیم، معناش این هستش که چین هم در اون سطح گسترده با آمریکا درگیر شده. چون آمریکا تا اون موقعی که چین رو مهار نکرده، تمایل نداره وارد یک درگیری گسترده در نقطه دیگه بشه. مگر اینکه بهش تحمیل شه. دعوای اصلی بین چین و آمریکاست، اینو فراموش نکنید. من میکروفون آقای اسحاق رو هم باز کرده بودم، نمیدونم آقای اسحاق دوست عزیز من امکان صحبت داره. بله آقای سورنا، الان کیفیتتون بهتر شد، اون موقع قطع میشدید نشدیم صحبتاتون رو بفهمید. قطع شد، بله قطع شد، خارج شدم دوباره اومدم. من استنباطم میگفتم اینه که اینا هر چه زور دارن خواهن زد. آمریکا خب، من ببخشین، من از بچگی دارم کلن سیاست و اخبار رو دنبال میکنم از زمان شاه. حالا بعد خودم هم نظامی است بودم، میدونم که کجا بودیم به کجا رسیدیم. من با این تحلیل های خیلی ناب و بیکرتون خیلی ازتون ممنونم، ولی به نظر میرسین همه زورش خواهد زد. اصل جنگش هم همینجا خواهد افتاد. جنگم به طور حتم 100% خواهد کرد با ایران. این اصلا رو شاخ شاخشه. اولین هژمونی که به باد رفته به دست ایران برباد شده، هژمون آمریکا، به دست ایران هم از هم خواهد پاشید به امید خدا. این 100% اینو من یقین دارم، من خودم شخصا یقین دارم. ولی اگر درگیری بین ایران و آمریکا در بگیره، اولا اسرائیل که به طور حماسی از رده خارج خواهد شد. اسرائیل همون آمریکاست. اسرائیل اسم پایگاه اسرائیله.
اسرائیل اصلا کشور نیست، یه پایگاه آمریکایی است، همون قدیم الایام بعد جنگ جهانی دوم کاشتن. این یه بر قضیه. بر دوم قضیه نظامی، بعضی از نظامی های آمریکایی خیلی واقفن به قدرت ایران. هر اون چی که به سم نظر همه رسید و نام میدونن، ولی خیلی هاشون اون سیاست مداراشون نمیدونن، میرن حالا یه عراضی پیرزو میگن. اگه بخواد درگیر بشه بابا، من به نظرم این اوج درگیری فقط اینجا نخواهد بود، یعنی سراسر دنیا با ایران درگیر خواهد شد، از خود آمریکای شمالی، جنوبی، خود داخل آمریکا، آفریقا، آسیا، آسیای میانی، آسیای مرکزی، کلن، یعنی همه جا درگیر، از همه جا خواهد خورد. این خیلی هاشون میدونن، خیلی از نظامی هاشون الان هم که فعلا از باب المندب درگیر تا خود شامان. بس اصلا ترس واهمه ای نیست. به نظرت من فقط اینو پرسش دارم، این نزدیکه یا نزدیک نیست؟ به نظر من نزدیکه درگیری. نظر شما چیه؟ خیلی ممنون، ببخشید. سلامت باشید، خدا شما رو حفظ کنه. بذارید من اول یه نکته رو اشاره کنم. نکته اول، آمریکایی ها بدون جنگ نظم جدید رو نخواهند پذیرفت و نظم قبلی هم بدون جنگ امکان پذیر نیست. این نکته اول. نکته دوم این که من یه گلایه کنم از مخاطبین عزیز. ما تحلیلی که خانم دکتر فتوحی چی میریم خیلی بازی داشت کمه. تمام ماجرا تو دل اون تحلیل هاست و اتفاقا بعد اون تحلیل دنبال شه. ما تو تحلیل خانم دکتر اومد یه بررسی کرد، گفت شکل اقتصادی کشورها داره میره به سمت اینکه سرمایه گذاری فقط در داخل داره انجام میشه، یعنی سرمایه گذاری ها داخل کشور میره، هر کشوری دارن سعی میکنن خودشون گندم برداشت کنن، خودشون برنج برداشت کنن، به خاطر تهدیدات ژئوپلیتیکی سرمایه گذاری بیرونی خیلی داره کاهش پیدا میکنه و خب این یعنی آماده شدن برای جنگ بزرگ دیگه. این دقیقا آماده شدن برای جنگ بزرگه. چطور اتفاق میفته؟ خب من که پیشگو نیستم. گاهن میبینم توی کامنت ها مثلا میفرمان که آقای ندیمی شما هرچی میگی اشتباه در میاد. اینم از عجایبه. من نمیدونم تصمیم حاکمان چیه، شما تو جلسات اونها نیستم. ما تحلیل میکنیم، ممکن تحلیل درست باشه، ممکنه غلط باشه، دیکته یه نانوشته که غلط نداره که، ولی یه موضوعی رو لحاظ میکنیم، یعنی سعی میکنیم نوع تحلیل جوری باشه که نکات آموزنده توش زیاد باشه و جهانبینی مخاطب رو افزایش بده. افزایش جهانبینی مخاطب یعنی چی؟ یعنی این نیستش که مثل من فکر کنید. شما میتونید تفکر لیبرال داشته باشید، رئال داشته باشید، اصلا از هر عینکی که میخواید نگاه کنید. وقتی جهان بینیتون افزایش پیدا کنه، نگاهتون خردمندانه تر میشه، باهوشتر و خیلی جامعتر و پخته تر میشه. یعنی ما میتونیم با هم اختلاف دیدگاه داشته باشیم ولی خیلی پخته تر صحبت کنیم. وقتی پخته تر نگاه کنیم به مسائل، خیلی موارد به هم نزدیک تر هستیم. این موضوع که این جنگ اتفاق میفته، به نظر تو 2 سال آینده باید این اتفاق افتاده باشه. نظر من هست ولی خیلی از رؤسای جمهور و نخست وزیران بین 1 سال تا 2 سال دارن پیش بینیش میکنن. بعد منتظر باشیم ببینیم چه اتفاق میفته. یکی از دوستان دیگر رو هم من میکروفونشون رو باز کرده بودم، نمیدونم صدای من رو دارن، امکان صحبت دارن صدای نازنین رو هم بشنویم؟ خب امکان پذیر نشد. نزدیک به 1 ساعت شد. اجازه بدید ملاحظه استراحت شما عزیزان رو هم داشته باشم. به هر حال میدونم که
روز جمعه هست، باید ساعتی رو برای خانواده بعد لحاظ کنید و چه چیزی بهتر از این که انسان برای زن و بچهش کمی وقت بذاره؟ پس بذارید من این وقت رو کمتر از شما بگیرم تا بیشتر در جمع خانواده باشید. تشکر میکنم از اینکه حضور پیدا میکنید، افتخار میدید، سرمایه من هستید و عزتی که میگیرم از دعای خیر شماست. براتون دعای خیر میکنم، برای ایرانمون دعای خیر داشته باشید و انشاءالله که من و تک تک شما عزیزان عاقبت به خیر بشیم. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.